چمپیون تاجیکستان اسوای دوشنبه بازی دومی تجربوی خود را در ازبکستان در پایتخت این کشور شهر توشکند با دسته پختکار در ورزشگاه پختکار دویر کرد و پختکار یکی از دسته های بهترین ازبکستان به حساب می رود و اگر گوییم که دو چمپیون ها در مقابل هم ایستادند خطا نخواهیم کرد. خوب اینجا کاپیتان دسته ما علیشر جلیلوف گروه فوتبال بازان ما با پیروانای سرخ در این بازی هنرنمایی کردند. خیلی بازی جالب هم نشان دادند چون در بازی با نصف قرشی در قسم اول آنها با برتری پوره کامیاب بودند، همیشه در خط هجوم قرار داشتند و سرمربی دسته ایگر چلیرچنکا چند تغییرات در این بازی به عمل آورد. احتان نظروف به میدان نامد، رومیش نصرالله‌زاده همچنین و حالا هجومی استقلال است و یک ضربه نهایت خوب رو آرتور کارتاشان با ضربه سر میتوانست به توری دروازه روان کند، اما اینجا ببینید جستی خیلی زیبایش نوزدگرانی قامت بلندی دسته استقلال هم به پیش میروند و برای کامیاب شدن به حملگران کمک مینمایند. در این دور رستم یتیموف، سدریک گوگوا در بازی پیشین نبود، اینجا به میدان آمد. صادق جان قربانوف در قسمی اول در بازی با قرشی 90 دقیقه بازی کرده بود، اینجا به میدان از دقیقه 79 بر آمد. خوب باز کی آمد؟ تبریز اسلاموف از آغاز در میدان بود. اینچونین علی جون عینی هم در قسم اول در بازی اول بود، به حیات از دقیقه اول وارد شده بود. حالا باشد اینجا علاکه با جوزف اوکورو رو ایواز کرد. خب تغییر تریزی میبینیم خیلی زیاد است. مشتبه مقتدوی رو این نوبت شهرام سلیمانوف ایواز کرد، در بازی دیگر باشد پیش باشد شهرام در آمادگی کامل فرو ایواز کرده بود. خوب نیواید حالا هجوم های فوتبال بازان دسته استقلال است. یک ضربه خیلی سختی دنیس بیگانش خود رو اینجا خوبی شوند، چون علیشر جلیلوف کاپیتان این دسته. حالا ببینید باز یک حرکت دیگری دنیس بیگانوویچ و ضربه پنالتی تعیین میگردد بعد خطای دغال در میدان نزد دروازه. حالا این و همون دنیس بیگانوویچ است و دوبار ضربه پنالتی تعیین میکند. امروز اسپانی پنجشنبه هم در بازی اول بود و در دقیقه 72 به میدان آمد و حالا توجه به آرتور کارتاشانی ارمنتابور و این بازیگر اولین گل خود را در حیات دسته استقلال به ثمر رسانید و همین طور من بعد هم شماره گل‌هایش خیلی زیاد خواهند شد. خب به هر نمو فشارگران هم با گلزنی شروع کردند و حملگران هم نوبتشان میرسد. این سخن‌هایی هستند که در حد در بوره لیگانرهای نوی استقلال گفتن ضرورت دارد. اوسته اوسته بازی اونها علاقه مجروعی خوب میگرد، در این بازی ما اون رو احساس کردیم. مهاجم لیگانرها علاقه جای خود رو پیدا کردن و وجود دسته پختکار و اینجا مشتبه مقتدایی تو به دست او میرسد و ضربه پینالتی اکنون به دروازه دسته استقلال است. حالا ببینید این لحظه چگونه بر الله مشتبه مقتدایی از جمهوری اسلامی ایران با دستش بازی کرد و در دراگان چران یادوار باید شد که یکی از بهترین بازیگران لیگانرهایی که در ازبکستان است و پیوسته به پختکار کمک میکرد اینجا یک سوم رو برابر کرد یک بر یک. همگی در دو دقیقه 31 و 32 هر دو دسته به زدن ضربه های پنالتی امکان پیدا کردند. حیات دسته ازبکستان پختکار هم حیات اساسیش بود. اونها هم حالا آماده میشوند به مرحله دومی سوپر لیگ ازبکستان. درباره پختکار علاقه گفتم که در زینه دویوم است. در حیات دسته استقلال تغییرات هایی که به وجود آمدند خوب رفتی بازی رو باز هم بهتر نمودند. به هر نوع اگر همین طرف نظر کنیم علی جون عینی این نوبت از حیات احتیاطی به میدان اومد. حالا رستم یتیموف رو ببینید. رستم یتیموف پروازبانی دسته منتخب تاجیکستان است و بازی زیبا هم نشان میدهد. حساب یک بر یک دسته ها رو به تنفس برد. در این وخوری همچنین ایگر چلیفچنکا امکانیت داد که بازیگران رو باز از نزدیک بینند. من فکر میبیند و فکر میکنم که علاقه حیات اساسی که او میخواهد در اینجا هم هست. شیروانی به بچه های فرو سنین سیبایی ایواز کرد و بازی
دسته در خط پیش باز بهتر شد و این سنین سیبای در بسیار مورد در خط هجومی دسته استیخو کمک زیاد کرد. اما هجوم های پیوسته از جنوبی دسته پختکان کشکان بختی استیخو اومد کرد. اینجا توی با ستون دروازه برخورد و این همون سنین سیبای است. یک پرتوفی خوب انجام میدید و بسیار ضربه مویرانه بود، اما توب وری توری دروازه نگرید. ببینید باز سیبای است، باز یک پرتوفی اولی اینجا میدید و در نتیجه بعد گرفتن این توب با احسان پشنده اینجا بازی کرد و توب وری توری دروازه میگردد. حساب 2-1 و استقلال در این وخوری با کامیابی موفق شد. من به شما گفتم که حالا اینجا بازیگرانی که هستند کمی از نگاه اون که دوربین خیلی دور است دیدنشون اونقدر شایسته نبود. به هر نحو استقلال از 2 در 1 تاش غلبه کرد و با 1 پیروزی به دوشنبه برگشت. اما مقصد اساسی این دیدنی بازیگران لگیونری بود که ایگر چلین شکل میخواهد اونها رو در عمل ببیند. اکنون دسته استقلال با دوشنبه برمیگردد و برنامه اساسی و نوبتی ما رو انتظار شوید.